برخی منابع خبری اعلام کردند که در حمله روز جمعه سنی‌های تندروی داعش به نمازگزاران مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در پایتخت افغانستان آمار شهدا به 40 نفر و تعداد مجروحان به 90 نفر رسیده است. روز جمعه تروریست‌های داعش با حمله به مسجد امام زمان علیه السلام در کابل شماری از نمازگزاران را شهید و زخمی کردند و تعدادی را نیز به گروگان گرفتند. نیروهای امنیتی افغان پس از ساعتها درگیری تکفیری‌های مهاجم را از پای درآوردند و حدود 100 نفر نمازگزار گروگان گرفته شده توسط آنان را آزاد کردند. مقامات افغان تاکنون آمارهای زد و نقیض را از شهدا و زخمی‌های این حمله تروریستی اعلام کردند. نجیب دانش سخنگوی وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در این حمله تروریستی 14 نفر شهید و 38 نفر دیگر نیز زخمی شدند. اما محمد اسماعیل کاووسی رئیس بخش مطبوعاتی وزارت بهداشت و درمان افغانستان به CNN گفته که در این حمله حدود 20 نفر شهید و 50 نفر دیگر زخمی شدند. بیفزود که احتمال افزایش آمار تلفات این حمله وجود دارد. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نیز اعلام کرد در حمله داعش به نمازگزاران شیعه در کابل حدود 30 نفر شهید شدند. از سوی دیگر برخی از منابع امنیتی به خبرگزاری افغانی پژواک گفتند که در این حمله بیش از 30 نفر شهید و حدود 80 نفر نیز زخمی شدند، اما برخی از رسانه‌های داخلی آمار تلفات حمله داعش به نمازگزاران را تا حدود 40 شهید و 90 زخمی نیز گزارش دادند. گروه تروریستی داعش نیز در وبسایت رسمی خود ضمن پذیرفتن مسئولیت این حمله آمار تلفات این حمله تروریستی را بیش از 60 نفر اعلام کرده است. این نخستین حمله گروه تروریستی داعش به مساجد شیعیان در افغانستان محسوب نمی شود. تنها از سال گذشته تا کنون مساجد شیعیان در ولایت هرات 5 بار آماج حملات این گروه تروریستی قرار گرفتند. چند ماه قبل نیز عناصر گروه تروریستی داعش در شب شهادت حضرت علی علیه السلام به شیعیان عزادار در مسجد الزهرا سلام الله علیها در کابل حمله کردند که تعدادی شهید و زخمی شدند. این در حالی است که مقامات افغان همواره حملات گروه تروریستی داعش به مساجد را محکوم می کنند، اما تا کنون هیچ تدبیری را برای جلوگیری از این حملات در کابل و هرات عملی نکردند.